خانه آرزوی من نگارشی است از محمد نوری که به صورت 20 بخش پیاپی به شما دوستان عزیز تقدیم می‌گردد. بخش هفتم، خودکشی مادر. مامانم که کاملا خودشو بیچاره و مستعصل میدید، میدید هیچ کاری از دستش برای راحتی ما بر نمیاد، به ظاهر آرام زندگی خودشو ادامه میداد. یه سال بدین ملوال گذشت که مثل یک عمر به همه ما گذشت. برادرم برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت که از طرفی همه ما رو خوشحال کرده بود که حداقل او از این زندگی وحشتناک نجات پیدا کرده. از طرفی کمبود او به خصوص برای مامانم غیر قابل تحمل بود. گاهی صدای گریه مامانم از توی اتاقش وقتی بابام نبود می شنیدم. تا اینکه یه روز صبح زود که بابام قرار بود برای مأموریتی مسافرت بره، وقتی برای خداحافظی به اتاق خواب مامان میره، میبینه که رنگ صورت مامان پریده. وقتی اونو صدا میکنه و جوابی نمیشنوه، فوری به آقای دکتر ایزدی، دوست و دکتر خانوادگی ما، زنگ میزنه و جریانو به اون میگه. دکتر ایزدی به بابام میگه که به پلیس زنگ بزنه و فوری خودشو به منزل ما میرسونه. بعد از معاینه مختصری آقای دکتر ایزدی با تعصب به بابام میگه که خانم خودکشی کرده. من که با وحشت مات و مبهوت اونا رو نگاه میکردم، به بابام گفتم من باور نمیکنم بابا. من دیشب قبل از اینکه مامان بخوابه با مامانم حرف زدم. مامانم برای بهرام چند تا کادو خریده بود که به من نشونشون داد و گفت میخواد بره بهرامو ببینه. بابام هم با دهانی باز رو به من کرد و گفت، از منم خواست که براش بدید بگیرم، که گفتم فکر خوبیه، حتما این کارو میکنم. همه ما در شک و تردید بودیم و نمیدونستیم که چه فکر کنیم. پلیس هم اگر که چیزی نمیگفت، ولی معلوم بود که به همه ما بیشتر به بابام با نگاه‌های مشکوکانه نگاه میکنه. 2 سال از ماجرا میگذشت. هیچ یک از ما نمیتونستیم قبول کنیم که مامان خودشو مسموم کرده باشه. آقای کمالی اگرچه به ظاهر خودشو شریک غم ما نشون میداد و گاه گاهی به بابام تلفن میکرد و گاهی هم با میوه و گل به دیدنش میومد، ولی پشت سرش شایع کرده بود که بابام مامانو مسموم کرده. 2 سال از فوت مامانم میگذشت که یه روز آقای کمالی به خانه ما اومد. به مدتی با بابام مشغول حرف زدن شد. اونو نصیحت میکرد که دوست عزیز من، شما هنوز خیلی جوانی که توی خونه تنها و بدون همدم زندگی کنی. اگه به فکر خودت نیستی، اقلن به فکر یه همدم و مادری برای دختر خانمت باش. من اخیراً خیلی به شما و تنهایی شما فکر کردم. به این نتیجه رسیدم مثل اینکه خداوند میخواد که ما با هم فامیل بشیم. اگر شما روی من رو زمین زدین، ولی من خودم رو راضی کردم که این کار رو برای دوست قدیمی خودم انجام بدم. فریبا خانم خسته که نشدیم؟ نه آقای مهرانفر، دارم گوش میدم. فکر شما آقایون بودم که ممکنه گرسنه باشین. اجازه میدین من از گازتون استفاده کنم و غذاها رو گرم کنم؟ البته فرید خانم، ممنونم که زحمت کشیدین غذا درست کردین. دستتون درد نکنه، خونه خودتونه. من میز رو قبلا چیدم، پس غذا میخوریم و بعد از میوه و چای ادامه میدم. آقای مهرانفر شما هم یه استراحتی بکنید. ممنونم فریب خانم، چقدر زحمت کشیدین، چه شام خوشمزه ای. براتون چای یا قهوه بیارم؟ مرسی، شما آقایون بفرمایید بشینید، من از شما پذیرایی میکنم.
ماشاءالله خونم که اونقدر مرتب و منظمه که آدم به راحتی میتونه هر چی رو که بخواد پیداش کنه. ممنونم، ولی قرار بود که من از شما پذیرایی کنم، نه شما از من. خواهش میکنم. فریبا بعد از غذا خوردن سریع چای و قهوه را درست کرد و ظرفا را شست و جمع کرد و به ما پیوست. منم باز شروع کردم. برسان خانم گفت: آقای کمالی دختری داشت به نام گوهر که چند سال بود از شوهرش طلاق گرفته بود و توی خونه با پدر و مادرش زندگی میکرد. اون روز آقای کمالی به بابام گفت: ما میدونیم که دختر من گوهر بعد از طلاقش دیگه ازدواج نکرده و با ما زندگی میکنه. او هم مثل شما خیلی تنهاست. من چون شما را خیلی دوست دارم، فکر کردم که شما دو نفر میتونین زوج مناسبی برای هم باشین. به او گفتم که دوست دارم او با شما ازدواج کنه. البته چون برخلاف شما اختیار دخترم دست منه، با نظر من هیچ مخالفتی نکرد. از او خواستم که بقیه عمرش رو با شما دوست من بگذرونه. بابام سر تا پا به لرزه افتاده بود و چیزی نمیگفت. نمیدونستم بین این دو تا مرد چی میگذره که بابام نمیتونست اونو با یه لگد از خونه، یا بهتر بگم از زندگی خودش و ما، بیرون بندازه. آقای کمالی وقتی دید بابام چیزی نمیگه ادامه داد: جشن خیلی کوچیک و خصوصی میگیریم و فقط خانواده های خودمون و چند نفر از دوستای نزدیکمون رو دعوت میکنیم. یادتون باشه این بار من به شما محبت میکنم، نه شما به من. من آدم انتقامی نیستم. فکر خرج و زحمت مراسم عروسی هم نباشید. من خودم ترتیب همه کارا رو میدم. شما فقط خودتونو خانوادتونو آماده کنید، من دنبال بقیه کارا میرم. با دو هفته دیگه روز جمعه موافقین؟ همه چی مثل یه فیلم سینمایی بود تا زندگی واقعی. با بابام، یا بهتر بگم مجسمه بابام، دست داد و از خونه بیرون رفت.